داستان عشق حقیقی در بیمارستانی زن و شوهری مناقشه بی پایان را ادامه می دارد. زن می خواست از بیمارستان مرخص شود و شوهرش می خواست او همانجا بماند. از حرفای پرستارا متوجه شدم که زن یک تومور دارد و حالش بسیار وخیم است. در بین مناقشه این دو نفر کم کم با وضعیت زندگی آنها آشنا شدم. یک خانواده روستایی ساده بودند با دو بچه دختری که سال گذشته وارد دانشگاه شده و یک پسر که در دبیرستان درس میخواند و تمام ثروتشان یک مزرعه کوچک شش گوسفند و ایک یک گاو است در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی بود و هر شب مرد از این تلفن به خانهشان زنگ میزد زن. صدای مرد خیلی بلند بود و با آنکه در اتاق بیماران بسته بود اما صدایش به وضوح شنیده میشد موضوع همیشه مکالمه تلفنی مرد با پسرش هیچ فرقی نمی کرد. گاو و ها را برای چرا بردید؟ وقتی بیرون می یادتان نرود در خانه را ببندید. درس ها چطور است؟ نگران ما نباشید. حال مادر دارد بهتر می شود. به زودی بر می گردید. چند روز بعد پزشکا اتاق عمل را برای انجام عمل جراحی زن آماده کرد. زن پیش از آن که وارد اتاق عمل شود ناگهان دست مرد را گرفت و در حالی که گریه می کرد گفت اگه بعد نگشتم مواظب خودت و بچه ها باش. مرد با لحنی مطمئن و دلداری دهنده حرفش را کرد و گفت اینقدر پرچونگی نکن. اما من احساس کردم که چهرهش کمی در هم رفت. بعد از گذشت ده ساعت پرستاران زن بیهس و حرکت را به اتاق رساندند. عمل جراحی با موفقیت انجام شده بود. مرد از خوشحالی سر از پا نمیشنا و وقتی همه چیز رو شد بیرون رفت و شب دیر وقت به بیمارستان برگشت. مرد آن شب مثل شبهای گذشته به خانه زنگ نزد. فقط در کنار تخت همسرش نشست و غرق تماشای او شد که هنوز بیهوش بود. صبح روز بعد زن به هوش آمد. با اینکه هنوز نمیتوانست حرف زند اما وضعیتش خوب بود. از اولین روزی که ماسک اکسیژن را برداشتند و دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع شد زن میخواست از بیمارستان مرخص شود و مرد میخواست او همانجا بماند همه چیز مثل گذشته ادامه پیدا کرد هر شب مرد به خانه زنگ میزد همان صدای بلند و همان حرفها تکرار میشد اتفاقی نگاه هم به او افتاد و ناگهان با تعجب دیدم که اصلا کارتی در داخل تلفن همگانی مرد در حالی که اشاره میکرد ساکت بمانم حرفش را ادامه داد تا اینکه مکالمه تمام شد بعد آهسته به من گفت خواهش میکنم به همسرم چیزی نگو گاو و ها را قبلا برای هزینه عمل جراحیش فروختم برای اینکه نگران آینده نشود وانمود میکنم که دارم با تلفن حرف میزنم در آن لحظه متوجه شدم که این تلفن برای خانه نبوده بلکه برای همسرش بود که بیمار روی تخت خوابیده بود از رفتار این زن و شوهر و عشق مخصوصی که بین آنها بود تکان خوردم. عشق حقیقی که نیاز به بازی های رومانتیک و گل سرخ و سوگن خوردن و ابراز تعهد و شم روشن کردن و کاد و پیچی و از اینجور بازی ها نداشت. اما قلب دو نفر را گرم می کرد.